باشیم با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس. به نظر میرسه که بعد از شکست آتش‌بس در غزه، تروسکی، گروه‌های مسلح در عراق هم دوباره حملاتشون رو علیه نیروهای خارجی از سر گرفتن. کاملا درسته پریسا. البته بعد از این که همونطور که بهش اشاره کردی، گروه مقاومت اسلامی در عراق مسئولیت این حمله رو پذیرفت و اعلام کرد که با 7 راکت به یک پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه حمله کرده. ما گفتگویی داشتیم با یک مقام نظامی آمریکایی در منطقه و به ایران اینترنشنال تایید کرد که حملات راکتی متعددی صورت گرفته، حمله علیه پایگاه رمیلان بوده. در این پایگاه به گفته این مقام نظامی آمریکایی هم نیروهای ائتلاف بین الملل حضور دارند، هم نیروهای آمریکایی، و اینکه البته تاکید کرد بر اینکه حمله هیچ خسارتی به دنبال نداشته و حتی تاکید داشته روی این مسئله که هیچ آسیبی به تاسیسات به پایگاه وارد نشده. جمعاً در سوالی که از این مقام نظامی آمریکایی داشتیم، با توجه به حملاتی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، اعلام کرد که از 17 اکتبر تا به امروز، حمله آخرین حمله‌ای که در سوریه اتفاق افتاده، 76 حمله علیه نظامیان آمریکایی و ائتلاف بین الملل پریسا صورت گرفته که 36 حمله در عراق بوده و 40 حمله در سوریه. به اضافه این که ما شب گذشته یک حمله پهپادی به فرودگاه بین المللی اربیل رو هم داشتیم، اگرچه مقامات اقلیم کردستان این حمله رو تکذیب کرده بودند، ولی خب مقاومت اسلامی در عراق بیانیه داده بود و تصاویر اون رو منتشر کرده بود. مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما در 3 روز گذشته حداقل در رسانه‌های عراقی و آمریکایی گزارش‌های بسیار زیادی داشتیم از اینکه وزارت امور خارجه رسما به نخست وزیر عراق هشدار داده بود در رابطه با کنترل گروها، اما این رو در حال حاضر نمی‌بینیم و ظاهرا بعد از شکست آتش‌بس این گروها، یعنی گروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی، هم حملات خودشون رو علیه نیروهای آمریکایی از سر گرفتند. چرسکه، ممنونم از توضیحاتت همکارم چرسکه صادقی از پاریس. با ما بود.